موضوع این ویدیو در مورد جریان تراکم پذیری است که همراه با انتقال حرارت باشه و البته قسمت دوم در مورد جریان تراکم پذیری که همراه با اصطکاک باشه. این دو موردی که با هم دیگه الان اسمشون آوردم، یعنی انتقال حرارت و اصطکاک، حلقه های گم شده ما در فصل های پیشین بودن. یعنی ما همیشه فرض میکردیم که انتقال حرارت نداریم و اصطکاک هم صرف نظر شده، لایه مرزی رو کلا میذاشتیم کنار، تنش برشی که و مقاوم در مقابل حرکت بود رو صرف نظر میکردیم و انتقال حرارت هم که کلهم نداشتیم. در این دو فصلی که حالا گهگاه با هم دیگه یک فصل سنجیده میشه، ما این دو مورد رو وارد بازی خواهیم کرد که ابتدا از انتقال حرارت آغاز خواهیم کرد. فرض میکنیم جریانی در داخله یک داکتی یا یک لوله‌ای حرکت میکنه و در طول مسیر خودش یک مقدار انتقال حرارت بهش داده میشه یا ازش گرفته میشه. تفاوت اصطکاک و انتقال حرارت اینه که انتقال حرارت دو سویه است، ولی اصطکاک همیشه تلف میکنه، همیشه نمیتونه اصطکاک یک چیزی به جریان اضافه کنه. و خیلی یه جورایی ابتدای جریان داخلی هست دیگه، ما داریم تجربه هایی از جریان داخل لوله ها از نوع تراکم پذیر همراه با اصطکاک و تلفات داریم محاسباتش رو انجام میدیم. در حقیقت میتونیم این فصل رو ادامه آن فصلی از مکانیک سیالات دو در نظر بگیریم که اونجا هم اسمش جریان داخلی بود، قبل از میان ترمش بود، ولی در آنجا ما خب جریان رو تراکم ناپذیر فرض میکردیم. پدیده هایی که در اینجا رخ میده در آنجا طبیعتا وجود نداشت، ولی کانسپت ها، دیاگرام مودی، ضریب اصطکاک، تنش برشی رو دیوار، قطر هیدرولیکی، اونا همه اینجا صادقه. یعنی شما میتوانید وقتی اصطکاک رو، انشاءالله در ادامه این قسمت رو میخواییم با هم مرور کنیم، میتونید از دیاگرام مودی استفاده بکنید. اگه سطح مقطعمون دایروی نباشه باز هم از همون مفاهیم قطر هیدرولیکی میتونه استفاده کنید. از دیدگاهی دیگر ما خب در من ابتدای اولین ویدیو همینو اشاره کردم که از دیدگاه ترمودینامیکی فصل‌ها و مفاهیم مختلفی که تو درس جریان تراکم پذیر هست یک پروسه ترمودینامیکی جدیدن. پروسه ترمودینامیکی یعنی یک چیزی که باعث ایجاد تغییر در خواص یا حالت ترمودینامیکی ماده بشه. خب ما چی باعث شده تا الان که خواصمون عوض بشه؟ میتونه بین نقطه 1 و 2 که دارای خواص متغیری هستن یک باکس بکشید، یک بلک باکس، و در داخل اون بلک باکس چی باید قرار بدم که چی میتونم قرار بدم؟ خب میتونید شاک ویو قرار بدید، میتونید فن پرانتل میر، اصلا موج ضربی عمودی، موج ضربی مایل قرار بدید، میتونید در داخل اون یک جریانی با سطح مقطع متغیر قرار بدید، اریا چینج که در ادامه همین فصل جریان داخلی بهش میپردازیم. می توانید در آنجا اصطکاک قرار بدهید، یا می توانید در داخل اون باکسی که ورودی خروجیش خواص متفاوتی دارن انتقال حرارت قرار بدید. پس ما داریم پروسه های ترمودینامیکی، کلکسیون پروسه های ترمودینامیکی خودمون رو که هم دما، هم فشار، موج ضربه عمودی، موج ضربه مایل، آیزنتروپیک، سه نقطه اینا رو وقتی داشتیم تکمیل می کردیم، یکی از اون مواردی که در این کلکسیون قرار میگیره جریان با انتقال حرارت هست که اسم دیگرش رایلی فلو هست و یک منحنی هم در انتها بهش ایجاد میشه که بهش میگن رایلی کرو یا رایلی لاین، و دیگری اصطکاک هست که فانو فلو هم بهش گفته میشه. رایلی رو که خیلی یک عدد بی بود به نامش هست توی مکانیک سیالات پیشرفته، ناپایداری خیلی در موارد متعدد بهش پرداخت، ولی فانه که دانشمند ایتالیایی بود که همراه با استقلال، برای اینکه یادتون بمونه این دوتا اف با هم دیگه یکی هستیم. خلاصه پس ما همچنان یک بعدی پایدار هستیم در این فصل و فصل فانوفلو که هر جفت اینها، پس میتوانیم در این فصول از آن معادلات حاکمی که در ابتدا برای جریان یک بعدی پایا تعریف کرده بودیم از آنها هم اینجا استفاده بکنیم، البته با یک سری اضافاتی که قبلا نداشتیم. یک جا انتقال حرارت اضافه خواهیم کرد، یک جا اصطکاک، و طبیعتا دیگه جریان من آیزنتروپیک نخواهد بود، چون وقتی اصطکاک داشته باشم یک جور باعث میشه که برگشت ناپذیریه، و البته انتقال حرارت هم به همین شکل. این ببینیم چگونه میتونیم اینها رو حساب بکنیم. جریان فانو خب اکثرا واقعا این هست، یعنی شما اصطکاک رو که نمیتونی صرف نظر کنی به شرطی که طول لوله خیلی بلند باشه. در آن صورت وقتی طوله، چون یا تلفات از نوع تلفات طولی میگفتیم تو مکانیک سیارات، بهش با تنش برشی که تو سطوح خیس شده وارد میشه، به خاطر همین
معمولا تو خطوط لوله‌ای که خیلی بلند باشن، این مساحتی که سیال مالیده میشه بهش و تنش برشی اعمال میکنه قابل توجه میشه و اونجا میشه گفت استفادهش میشه. انتقال حرارت جایی که مثلا کامباسشن باشه. توی ترمودینامیک من خیلی راجع به رمجه توربوجت اینا صحبت کردیم، اون محفظه احتراقی که اونجا وجود داره، خب اون انتقال حرارتی که ناشی از احتراق هست رو شما میتونید به عنوان یک سورسم در داخل مثلا لحاظ بکنید، محصولات داغ احتراقی که وجود داره، یا این تونل وادی که گرمایش انجام میشه به واسطه لیزر، هر عامل گرمایشی، البته خب سرمایهش فرق نمیکنه، حرارتی که داده میشه یا تلفات حرارتی که گرفته میشه ازش. با این مقدمه‌ای که عرض کردم اولین مورد رو انشالله شروع میکنیم که جریان با انتقال حرارت هست. من هر جفتش رو فصل 6 قرار دادم، 6-1 الان، حالا میشه اون دو تا فصل جدا در نظر گرفت. معادلات حاکم همچنان یک بعدی پایا است. پس من معادله بقایا یک ورودی دارم، یک خروجی دارم، حجم کنترلی وجود داره، رو 1 یو 1 مساوی رو 2 یو 2، پی 1 علاوه رو 1 یو 1 2 مساوی پی 2 علاوه رو 2 یو 2 به توان 2، اچ 1 علاوه یو 1 2 یو 1 2 به علاوه 1 کیو. این آن چیزی است که تغییر در معادلات حاکم در قیاس با فصل 1 و فصل 2 ایجاد شده است. این کیو رو هم دقت داشته باشید، نرخ انرژی حرارتی داده شده در واحد دبی جرمی است. اگر به اون اثباتی که اونجا داشتیم برگردید، ما طرفین رو به امداد تقسیم کردیم. پس این کیو کوچیکی که اینجا نمایش داده شده در واقع همون کیو دات بزرگ تقسیم بر امداد که برای سادگی فرمولاسیون با کیو کوچیک نمایش داده شده. پس من کاری که میکنم میگم یک لوله‌ای دارم، سیالی در داخلش جریان داره و این حرارت داره داده میشه، یک ورودی داره، یک خروجی. مثلا ورودی رو به شما میدم، میگم در خروجی لوله خواص رو شما پیش بینی کنید. این قدرت پیش بینی کردن رو من خیلی بهش اشاره کردم. شما میگید خب من بدونم آخه چقدر حرارت داده شده یا گرفته شده دیگه، پس من اینو باید به شما بدم، این کیو کوچیکو. یا بلکس ممکنه بگید ورودی خروجی لوله خواص مشخصه چیه، شما بگو که چه مقدار حرارت این وسط تبادلش. این هم میشه، یعنی خب معمولا این کیو رو ما میدیم به شما و این یا طرف ببرید اون طرف، اچ برای گاز کامل و خواص ثابت، اچ هم بنویسین سی پی تی. پس مقدار تبادل حرارتی که وجود داره میشه اختلاف این پکیج منهای این پکیجی که این در خروجی این در ورودی، که بلد هستید که به این مجموعه میگفتیم دمای سکون در خروجی و این یکی میشه دمای سکون در ورودی. و سی پی ها رو اگر فرض کنیم که سی پی تابع دما نیست، که در ترمودینامیک به شما یاد داده ایم که چگونه تابعیت خواص با دما رو لحاظ کنین مفصل، سی پی در اختلاف دماهای سکون خواهد شد مقدار کیو. پس من اگر به شما خواص در ورودی رو بدم، مسئله حل شده است، این دارم الان با این فرد مسئله داستان حل شده، من خواص در ورودی رو بدم، کیو رو بدم، شما با توجه به عدد ماخ ورودی و دمای این استاتیک ورودی میتونید دمای سکون در ورودی رو حساب کنید. چون کیو رو به شما دادم، از اینجا میتونید دمای سکون در خروجی رو حساب کنید و این پلیس بین ورودی و خروجی، معادله‌ای که اینجا میبینید و به واسطه این کیوی که اینجا وجود داره، ورودی و خروجی رو به هم گره زده، به هم جوش زده، داده متصل کرده. و حالا اینکه چی معلوم باشه چی مجهول باشه، شما میتونید بین ورودی خروجی یک رابطه داشته باشه. نکته بعدی هم اینه که خب اگر من کیو بدم هیت ادیشن داشته باشم، دمای سکون در خروجی بیشتر از ورودی میشه و بالعکس کاهش پیدا میکنه. حالا نسبت فشار میتونیم صحبت کنیم که معادله مومنتوم رو نوشتم، در داخل معادله مومنتوم یک ترم رو یو دو داریم، همونجوری که اینجا مشخصه، این ترمو دارم بس میکنم. یکم میتونیم باهاش بازی کنیم، به جای یو دو بنویسیم ای دو ماخ به توان دو طبق تعریف عدد ماخ و سرعت صوت، و سرعت صوت رو هم گاما پی به توان دو، البته گاما پی به رو هست و این روها با هم دیگه ساده میشه. پس این ترم رو در داخل معادله مومنتوم میشه نوشت گاما پی ماخ به توان دو. طبیعتا این هم که خود معادله است، من کپی پیست کردم اینجا، پی دو منهای پی یک کاری بهش ندارم. این پکیجی که میبینید و بالا سادهش کردیم، یه بار اندیس یک بذارید، یه بار اندیس دو بذارید، از هم کم کن. و خب در اینجا شما به راحتی میتوانید نسبت پی دو به پی یک رو
محاسبه بکنیم. نسبت دمای اگه من کافیه ماخ خروجی رو داشته باشم، ماخ ورودی رو داشته باشم، میتونم نسبت فشارها رو هم به دست بیارم. این دفعه نسبت دما رو میتونیم به کمک معادله حالت بنویسیم. تی دو به تی یک میشه پی دو به گاز کامل، البته دیگه فرض کنیم رو یک به رو دو. پی دو به پی یک رو که الان حساب کردیم بر حسب ماخ. ما خیلی عادت داریم، سنت دیرینه ماست که همه چیز رو بر حسب گاما و عدد ماخ بنویسیم. همونجوری که میبینید این کارو کردیم در قسمت قبل. حالا اینجا رو ببینیم میتونیم همین کارو کنیم. پی دو به پی یک که از این سنت دیرینه ما تبعیت میکنه، میمونه یو دو به یو یک. خب یو دو به یو یک هم که همون رو این از معادله بقای جرم استفاده شده، یعنی رو یک یو یک مساوی رو دو یو دو، نسبت چگالی به نسبت سرعت به شکل معکوس البته تبدیل شد. حالا یو دو به یو یک چون بالاخره عدد ماخ دیگه، نسبت عدد ماخ بعد به قبل ضرب در سرعت صوت بعد به سرعت صوت قبل، که سرعت صوت هم میشه رادیکال گاما آر تی، در اینجا نسبت سرعت های صوت میشه رادیکال تی دو به تی یک گاما آر ساده میشه. و خب اینو یو دو به یو یک رو شما جاگذاری کن اینجا، خود این بر حسب تی دو به تی یک و نسبت ماخه. این ماخ همون چیزیه که ما میخواستیم. پی دو به پی یک هم که خودش بر حسب عدد ماخ هست، مسئله حل شده است. یه تی دو به تی یک اینجا دارم، یه دونه این بر این توان یک دوم، این توان یکه، یه ساده میشه، این بر یک دوم میمونه و اینا به توان میرسه، توان دو ایجاد میشه. پس تی دو به تی یک این که همون نسبت فشار خودمونه که به توان دو رسیده طبیعتا، و این هم نسبت ماخه ایست که از اینجا. خیلی ببینید اصلا عملیات بسیار ساده ریاضی، من الان نه انتگرال گرفتم نه مشتق گرفتم، همینجوری دارم از یه جایی چهار تا معادله رو در داخل هم دیگه جایگزین میکنم. پس نسبت دماها رو هم تونستیم حساب بکنیم بر حسب همون گاما و ماخ. خب وقتی دو تا خاصیت رو شما داشته باشین دیگه، خاصیت سوم مشکلی نباید اصولا داشته باشه که با توجه به معادله حالت، و البته این هم که قانون بقای جرم هست، از اینجا شما میتونید رو دو به رو یک رو هم حساب بکنید. حالا اگه گفتن نسبت سرعت ها چقدره، خب از این معادله میتونه استفاده بکنید. خواص استاتیک رو در گذر از یک حجم کنترلی که در داخلش انتقال حرارت داریم و یک بودی و پایا هم هست به دست آوردیم. فشار سکون که خب میدونید اهمیت فشار سکون برمیگرده به آنتروپی، چون با آنتروپی رابطه داشت فشار سکون. پی سف به پی خب رابطه آیزنتروپیکس که شما مستحضر هستید. پی دو به پی یک هم که اینجا حساب کردیم با هم در قسمت قبل، از اون روابط مسلسلوار میتونید بنویسیم. پی صفر دو به پی صفر یک من میخوام پی صفر دو تو صورت بمونه، پی صفر یک هم اینجا تو مخرج بمونه. اینا حالا این وسط یه پی دو صورت مخرج ضرب شده، یه پی یک هم ضرب شد. پی صفر دو به پی دو یعنی نسبت فشار استاتیک به سکون در نقطه خروجی، که خب از جدول یک میتونید حساب کنید یا از این رابطه میتونید حساب کنید. حالا من اینجا توی صورت در حقیقت قرار داده شده. پی دو به پی یک هم که میشه نسبت فشارها در گذر از این پدیده، که اینم قبلا حساب کردیم اینجاست. و پی یک به پی صفر یک هم که به شکل معکوس این دفعه در ورودی همون هست. پس این رابطه دور و درازی که شما اینجا میبینید نسبت فشار سکون، یا حالا از اون رابطه النی که اکسپوننشیالی که داشتیم استفاده کنید، میتونید شما آنتروپی رو هم به دست بیارید. دماهای سکون هم که حالا نوشته بودیم دوباره مینویسیم، تی صفر به تی طبق روابط آیزنتروپیک جدول یک، تی دو به تی یک رو هم که به دست آوردیم رابطه مسلسلوار رو مینویسیم، شبیه همون چیزی تی صفر دو به تی دو رو از این رابطه، تی یک به تی صفر یک هم که معکوس این رابطه است، تی دو به تی یک رو هم که خودمون به دست آوردیم. اینا رو اینجا قرار بدید، یک چنین رابطه ای رو میتونید به دست بیارید برای نسبت دماهای سکون. حالا الگوریتم حل چیه؟ دو چند روش داره. خب دو روش در حقیقت میشه گفت داره. یکی روش مستقیم هست که یکم شاید طولانی تر باشه، یکی هم روش جدولی تیبولار سولوشن بهش میگم. شما میتونید یه بار با همین روابطی که با هم دیگه جا به دست آوردیم سر و کله بزنید چطوری. خب شما تی صفر یک رو دارید، کیور هم که دارید همونجوری گفتم تی صفر دو به دست میاد. حالا با توجه به اینکه تی صفر دو به تی صفر یک رو دارید، میتونید اینجا الان اینو به دست آوردید دیگه، با توجه به معادله بقای انرژی ماخ یک هم دارین، گاما از این رابطه از این مجسمه میتونید ماخ دو رو به دست بیارید. وقتی ماخ بعد از این جریان با انتقال حرارت مشخص بشه، خب شما ماخ دو رو میتونید بیارید قرار بدید توی همه این روابطی که دارید، نسبت فشار سکون، نسبت چگالی، همه اینها بر اصل گاما، ماخ دو و ماخ یک دیگه. شما مشکلتون ماخ دوه که با توجه به رابطه اولیه‌ای که
اینجا اشاره کردم، شما میتونید از اینجا بله اینه با توجه داشتن Q و T0 T0 رو به دست بیارید. حالا T0 به T0 معلوم باشه یکم مشکله دیگه، این رابطه رو شما تصور کنید بخواید از این عدد ماخو به دست بیارید. در نتیجه یک روش دیگه این هستش که از روش جدولی استفاده بکنیم. خب یک جدولی رو درست خواهیم کرد برای سادگی محاسبات که مشکلش اینه که برای گامای 1.4 فقط امکان استفادهش هست. اگر گاز شما یک چیز دیگه باشه باید زحمت بکشید معادله بالا رو حل بکنید. برای اینکه بتونیم این جدول رو درست تعریف کنیم از خواص ستاره دار استفاده خواهیم کرد یا خواص مشخصه حالا بهش میگفتیم، ولی یه مقدار تعریفش رو باید عوض کنیم. قبلا میگفتیم ما خواص مشخصه خواصی هستند که اگر به شکل خیالی در یک نقطه طبق یک فرایند خاص من عدد ماخو به یک برسونم، خواص اون حالت خیالی که ماخش یک سونیک جریان بهش میگن خواص ستاره دار یا مشخص. حالا این طبق یک فرایند خاص عدد ماخو یک کنم، این فراینده رو باید تعریف کنیم چی هست. در اینجا چون جریان با ما جریانی که داریم بحث میکنیم همراه با انتقال حرارت است، برای اینکه مقدار خواص مشخصه ثابت باشه در جریان فرض میکنیم که به همراه با انتقال حرارت خواص عدد ماخ رو به یک برسونیم. در اون صورت در نقاط مختلف شما چون هم تعریفش اصلا بر اساس انتقال حرارت بوده یک خواص مشخصه یکسان دارید. فرض کنید طی یک فرایند خیالی عدد ماخ را به کمک تبادل حرارت به اندازه کافی حرارت رد و بدل، خیالیه دیگه، صرفا کمک میکنه که ما بتوانیم محاسباتمون رو راحت تر و سریع تر انجام بدیم، به ماخ یک برسونیم، خواص در اون حالت خیالی رو بهش میگن خواص مشخصه برای جریان هم رایلی در حقیقت. خب چجوری ما به دست بیاریم؟ روابط بالا رو دارید، بردارید ماخ دو رو بذارید یک دیگه، یعنی فرض اون حالت نهایی من یه لوله ایست، جریان در داخل لوله داره حرکت میکنه، ماخ ورودی مثلا دوه، خب ماخ خروجی یک و نیمه، خب این کار حرارت هم داده شده مثلا، حالا ما کاری ندارم ببینیم چیا گرفته شده ببینیم کدوم یکی از این هست، ولی نکته اینجاست که خب این خروجی لوله به اندازه کافی طولانی نبوده که عدد ما خب به یک برسونه. فرض کنید لوله شما به قدر کافی به شکل خیالی بلند باشه که خروجی شما ماخش یک بشه، اون خواص خروجی شما خواص مشخصه برای جریان رایلی است، مشخصه ستاره دار است. در اینجا فرض میکنم که ماخ دو من یک باشه و در اون صورت پی دو همه خواصی که زیرنویس دو دارن تبدیل میشن به خواص ستاره دار چون در ماخشون برابره با یکه. مثلا پی به پی استار اینجا اگه یادتون باشه ماخ دو داشتیم دیگه اون یک شده دیگه، ماخ ورودی رو همون ماخ میذاریم دیگه، دیگه ورودی خروجی نداریم که، یه نقطه‌ای داریم یه ماخی داره یه فشاری داره دیگه، اندیس نمیخواد اینو به شکل خیالی ماخشو اگر به یک برسونم چیزی که اینجا نیست، در اون صورت خواستش دقت کنین که این توی رابطه‌ای که داشتیم معکوس بودا، یعنی این پی دو به پی یکه، این ماخ یک به ماخ دوه، این اشتباه نکنین ها، من اگه بخوام پی دو رو بزنم ولی اینجا الان من معکوسش رو نوشتم، یعنی رابطه رو کله هم دو طرفینش رو معکوس کنید اون میشه چیزی که من اونجا نوشتم، فقط حواستون باشه که این معکوسه، یعنی دو به یک این یک به دوه. حالا من اگر پی دو رو بذارم پی استار باید ماخ دو رو بذارم یک، و اگه معکوسش کنید میرسید به همین رابطه ای که من اینجا نوشتم، چون ما پی به پی استار رو معمولا میخواییم، پی استار به پی رو نمیخواییم. شبیه همین کار تو رابطه ای که تی دو به تی یک داشتید تی به تی استار به دست میاد، همه اون روابط رو فقط کافی ماخ دو رو برابره با یک بذارید و اندیس دو رو وردارید جاش استار بذارید، بالا نویس استار بذارید، همچنین پی صفر به پی صفر استار و تی صفر به تی صفر استار هستش. تو این روابط خب خوبیش اینه که دیگه ماخ دو و ماخ یک نداریم. شما زمانی میتوانید جداولی که ما در انتهای کتاب داشتیم رو تولید کنین که چون جداول ما ورودیشون عدد ماخه و برای گاما 1.4 رسم میشه، گاما که خب هست تو روابط، ولی خب وقتی میگم جدول من یک ورودی بیشتر نداره تو این حالتهای قبل شما خب میگید آخه من ماخ یک رو بدم به تو ماخ دو رو بدم کدوم رو بدم آخه، دوتا اینجا الان ماخ داری شما، میگم بله من فقط یه دونه ماخ باید تو روابطم داشته باشم، پس میام یه این خواص رو بدین شکل تعریف میکنم ماخ دو رو یک میذارم، در اون صورت همه اینا تنها تابعی هستند از گاما و عدد ماخ، حالا میتونم جدولم رو تشکیل بدم، گاما رو بذارم 1.4، اعداد ماخ ورودی متفاوت رو به این روابط وارد کنم با یه اکسل یا هرچی و خروجی نسبت ها رو بکشم، حالا در اختیار شما در انتهای کتاب قرار بدم، جدول ای سه هست
A1 جدول آیزنتروپیک بود، A2 جدول موج ضربه، A5 فن پرانتلمیر، چون من یه مقدار متفاوت تدریس کردم نسبت به کتاب، شماره جداولمون هم فرق. A3 خط رایلی هست، طبیعتاً حدس می‌زنید که A4 هم فن اوفلو خواهد بود. پس روابط بالا خواص مشخصه تنها از این تابع دوتا خاصیت هستن. روندها رو میتونیم با هم مرور کنیم. حالا فرض کنیم که به شما جریان داده شده، یک جریان رایلی هست. حالا میتونیم مثال حل کنیم از این. خودتون من توصیه میکنم مثالی که الان من برای شما حل خواهم کرد رو بیاید عوض کنیم. مثلا یه جریان مافوق صوتی رو در نظر بگیرید در ورودی یک لوله که حرارت بهش داده شده. خودش ببین چهار حالت میشه. این که جریان مافوق صوت باشه یا مادون صوت باشه، حرارت داده بشه یا گرفته بشه. این ستونی که مشاهده میکنین جریان مافوق صوتی است که حرارت بهش داده شده است. این یکی جریان مادون صوتی است که بهش حرارت داده شده است. سوال اینه که اگه جریان به ورودی یک لوله‌ای که در طول این لوله داره از اطراف بهش یه هیتری نصب شده، لیزری تابونده میشه، احتراقی انجام میشه، حرارت داره اضافه میشه، با دماغ دو اگر مثلا جریان وارد بشه هوا، از اون طرف با خروجی شما با چه خصوصیاتی خواهد؟ با دماغش کم میشه یا بیشتر میشه؟ دماش چی میشه؟ اینا رو باید بتونیم بحث کنیم که میتونید از روابطی که به دست آوردیم اینا رو بحث کنین. با توجه به روابط میخواهد اگر عدد ماخ من مثلا بزرگتر از یک باشه، در اون صورت خروجی من چه تغییری میکنه؟ یا جداول میتونید روندها رو ببینید، ولی من فعلا بنویسیم اینجا نتیجه رو، حالا مثالم حل میکنه. پس اگر جریان ورودی من مافوق صوت باشه به داخل یک لوله‌ای که حرارت بهش داده میشه، عدد ماخ در طول این لوله کاهش پیدا میکنه. مثلا اگه با ماخ 2 وارد بشه به تدریج میشه 1.5. اگه طول لوله هر چقدر بلندتر باشه، خب عدد ماخ خروجی نزدیکتر به 1. مثلا خروجی میشه 1.5، بعد میشه 1.4. اگه بلندتر باشه 1. حالا ممکنه بگین اگه خیلی طولانی باشه چی میشه؟ میگم 1 میشه. بعد ببین از اون طولانی تر باشه چی میشه؟ میگم یه پدیده ای رخ میده که بهش میرسیم فعلا. پس عدد ماخ به تدریج کاهش پیدا میکنه در حالتی که مافوق صوت بیاد و حرارت داده بشه به سمت ماخ 1، حرارت پیدا به سمت ماخ 1 حرکت میکنه. فشار گاز افزایش پیدا میکنه، یا میگیم یک فرآیند تراکمی رو تجربه میکنه. دما افزایش پیدا میکنه، یعنی یک تراکمی است که داره گرم میشه. معمولا میگیم وقتی که سیال متراکم بشود گرم میشود دیگه. اینجا هم فشارش زیاد شده، دماش زیاد شده، ولی عدد ماخش شروع کرده به کاهش بشه. دمای سکون طبیعتاً افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه حرارت داده شده. چون حرارت دادیم دمای سکون که خیلی روشن بود به نظرم. فشار سکون کاهش پیدا کرده. افت فشار سکون شما در طول مسیر جریان دارید. افت فشار سکون یعنی افزایش انتروپی. اون رابطه النی که داشتیم و اکسپوننشیالی که داشتیم یادتون میاد، میگفتیم وقتی انتروپی زیاد بشه بعد این خودشو به صورت افت فشار سکون نشون میده. پس کاهش فشار سکون به معنی افزایش انتروپی است. و البته سرعت هم کاهش پیدا میکنه. ببین شما چجوری میتونید استدلال کنید که در این حالت سرعت چگونه تغییر میکنه؟ میگویم عدد ماخ مگه یو به ای نیست؟ خب سرعت من کاهش پیدا کرده دیگه. حالا حتی خالا نمیدونیم مثلا سرعت چی شده، میدونم که عدد ماخ من کم شده طبق این روندی که اینجا اشاره کردم. این یه کاهشیست. از طرفی دما افزایش پیدا کرده. اگر رادیکال گامارتی رو صادق بدونیم اینجا مخرج افزایش پیدا کرد. خب این دوتا اگه به هم ضرب بشه میشه سرعت دیگه. یعنی کاهش عدد ماخ ضرب بشه به افزایش سرعت صوت، نمیتوان در این حالت نظری داد که باید به جداول، به جدول ایسه یا به روابطی که ما هم استخراج کردیم مراجعه کنیم. مشاهده میکنید که در اون صورت سرعت کاهش پیدا میکنه. پس اگه جریان مافوق صوتی وارد یک داکتی بشه که از اطراف حرارت بهش داده میشه، انتروپی افزایش پیدا میکنه، فشار سکون کم میشه، یک سیال داغ پرفشار اما با سرعت کم در خروجی، با عدد ماخ کم، سرعت کم در خروجی تحویل داده خواهد شد. حالا اگه جریان ورودی مادون صوت باشه، یعنی با ماخ 6 وارد یه لوله‌ای بشه که همچنان حرارت داده می شود، عدد ماخ افزایش پیدا می‌کنه. این روندها رو می‌خوام مقایسه کنید با هم. این هر جفتش داریم حرارت میدیم، ولی یکی مافوق صوت بود، یکی مادون صوت بود. عدد ماخ زیاد میشه یعنی چی؟ یعنی ورودی 6 بود میشه، خروجی میشه 8. اگه طول لوله بیشتر باشه، حرارت بیشتری بهش داده بشه به گاز،
به واسطه طول لوله بیشتری که از اطراف داره حرارت تزریق میشه یا در داخل خودش احتراق انجام میشه. به هر وقت طول بیشتری داشته باشه لوله، مقدار حرارت بیشتری منتقل میشه به داخل سیار. در این حالت خب خروجی شما به ماخ 1 نزدیک تره. پس چه از 2 بیاد چه از 6 دهم بیاد، هر جفتشون به 1 نزدیک میشن، هر جفتشون به 1 نزدیک میشن. حالا ممکنه بگن این طول لوله بیش از حد باشه چی میشه؟ گفتم میگم بعدم بهتنم، خفگی رخ میده. حالا برای خفگی فشار افزایش بود، حالا کاهش پیدا کرده، یعنی یک پدیده انبساطی انگار، کاهش فشار داریم. در مورد دما دقت کنیم، اینجا یک نکته خیلی مهم در مورد دما هست که ما میگفتیم اگر فشار کاهش پیدا بکند انتظار داشتیم که دما هم کاهش پیدا بکند، در صورتی که در اینجا مشاهده میکنیم اگر عدد ماخ ورودی از 1 بر رادیکال گاما یا گاما به توان منفی 1 کوچیک‌تر باشه افزایش پیدا میکنه دما، یعنی فشار کم شده دما زیاد شده. جلال خواهد چون این چیزی بعد حواستون هم هست که ما حرارت دادیم. اما اگر ماخ ورودی از گاما به توان منفی 1 بزرگتر باشه، حالا گاما رو بذارید 1.4 به توان منفی 1 برسون ببین چقدر میشه، در اون صورت در کاهش میابد دما. خب اینجا منطقی به نظر میاد چون فشار کاهش پیدا کرده، منبسط شده، دما هم انتظار میره کاهش پیدا کنه، ولی این دفعه تناقض دیگه ایجاد میشه. شما حرارت دادید به این، شما حرارت داد، میشه به یه چیزی آدم حرارت بده بعد خنک بشه دماش کاهش پیدا بکنه؟ این رادیکال 1 بر دقیقاً رادیکال گاما رو هم با توجه به روابط و اینها تو تمرین ها اینا میشه داد بچه ها برای اثبات کنن که چرا اینطوری میشه. حالا بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد، حالا اثبات هم میتونیم بکنیم اینو. پس شما دارید یک سیالی در تحویل میگیرید که عدد ماخش مثلا 6 دهم اومده، خروجی 8 دهم شده، 9 دهم شده، فشارش کم شده، دماش بستگی داشته که عدد ماخ ورودی چی باشه. نمیتوان در مورد، میتونه هم با اینکه حرارت دادید سرد بشه و میتونه هم با وجود اینکه منبسط شده گرم بشه. دمای سکون که خیلی ساده است افزایش پیدا میکنه چون من حرارت دادم بهش دیگه. فشار سکون هر جفتش افزایش آنتروپی شما دارید، در نتیجه در هر جفتش فشار سکون کاهش پیدا میکنه. سرعت رو نگاه کن، اینجا ماخ مساوی یو بی، من گفتم که ماخ زیاد میشه، 6 دهم بیاد 8 دهم به 1 نزدیک میشه خروجی. از طرفی دما هم که اصلا کلهم تکلیفش روشن نیست، یعنی یه جایی زیاد شد یه جایی کم شد. حالا اون جایی که هر جفتش زیاد شد اگه به هم ضرب بشه سرعت هم بیشتر میشه، اما اون جایی که سرعت کم شده نمیشه نظر داد دیگه در حالت کلی، ولی با توجه به روابطی که به دست آوردیم سرعت افزایش سیال پرسرعتی شما دارید تو خروجی که فشارش کم شده، دماشو نمیتوان نظر داد و آنتروپیش بیشتر شده، فشار سکونش افت کرده، دمای سکونش هم افزایش پیدا کرده چون بهش حرارت دادیم. اون دو حالت دیگه ای که حرارت گرفته بشود عکس اینه، در این چه دیگه راجبش من جا جدول رو ننوشتم دیگه، بعدا دوباره راجب حالت بر معکوس این هم صحبت خواهیم کرد. پس نتیجه اخلاقی که گرفتیم که در این حالت جریان چه با مافوق صوت باشه چه مادون صوت باشه به سمت ماخ 1، یعنی همون حالت مرجعی که به عنوان خواص مشخص در نظر گرفتیم، به سمت همون حرکت میکنه. و این خیلی جالبه، علت من یادتون باشه مثالی که آوردم واسهتون، گفتم توی تونل باد. خب تونل باد ما دنبال چی هستیم؟ تونل باد مافوق صوت اینه که یک جریان مافوق صوتی ایجاد کنیم، یه جسم میرم در مقابل جریان قرار بدیم و تست بگیریم، داده برداری کنیم، هر کاری. من چطوری میتوانم به کمک انتقال حرارت از یک جریانی که با سرعت پایین هست یک جریان مافوق صوت تولید کنم؟ اینجا هست داستانش. خب ما یه جریان ساکنی داریم، اینجا هم تست سکشن منه، مثلا یه ایرفویل گذاشتم اینجا، میخوام جریان ماخ بزرگتر از یک از رو این حرکت کنه و من تست بگیرم و حالا ببینم چی میشه. میخوام این جریان نزدیک به صفر و سرعتش که ماخش کوچکتر از یک تبدیل کنم به ماخ بزرگتر از یک. بعد چیکار کنم؟ با توجه به روندهایی که گفتم، شما اگر که میخواهید جریان مادون صوت، اینم یه کانالیست داره حرارت بهش نمیدونیم چی، حالا به نظر شما باید بدم یا بگیرم ازش و خنکش کنم یا گرمش کنم، مثلا لیزر بذارم. خب اگر میخوام بره ماخ 1 نزدیک بشه، الان دیدید که گفتم اگه ورودی چه مادون صوت باشه چه مافوق صوت باشه، اگه حرارت بدهم به سمت 1 حرکت میکنم. نه اینکه بچه‌ها میخوام یه مثلا 1 دهمو بکنم 1، باید حرارت بدم بهش.
میرسه به اینجایی شبیه همون گلوگاهی است که حالا ان شاء الله در مطالب مربوط به نازل و دیج اونجا میتونید شما همین کاری که الان من دارم میکنم، یعنی تبدیل جریان مادون صوت به مافوق صوت رو به کمک تغییر مساحت هم انجام بدید. اونجا هستش که نازل و دیفیوزر ایجاد میشه، ولی اینجا من نمیخوام به کمک مساحت ثابت یک بودی، به کمک حرارت میخوام. اینجا الان من ماخ 1 رو دارم. حالا این دفعه برای اینکه اگه من دوباره گرمایشو انجام بدم، خب این پروسه به جایی نمیرسه، ولی این دفعه عکس میکنم، سرمایش انجام میدم و چون سرمایش عکس گرمایش بود، عدد ماخ 1 من میرسه به ماخ بزرگتر از 1 و میتوانم یک چنین پروسه ای رو به اینجا تستم رو بگیرم. حالا این دفعه اون بر پس از اینکه تستم رو گرفتم تموم شد، ماخ بزرگتر از 1 میاد، میخوام دوباره تبدیلش کنم به ماخ کوچکتر از 1، نه به کمک تغییر مساحت. اگه اونجا بود بعد دیفیوزر میذاشتیم توی تونل بادمون. اینجا عکسش رو این دفعه ماخ بزرگتر از 1 میاد و گرمش میکنیم، گفتیم اگه مثلا ماخ 2 بیاد گرمش کنی خروجی شما به 1 نزدیک میشه. و برای اینکه این روند ادامه پیدا کنه و به ماخ کوچکتر از 1 برسم، این دفعه باید سرمایش انجام بدم. مثل مساحت میگفتیم همگرا واگرا، حالا ممکنه ویدیوشو ندیده باشید در ادامه ببینید. اونجا مساحت اول کم میشد بعد زیاد میشد، اینجا اول گرمایش بعد سرمایش. یه نکته دیگه هم که به شما بگم، حالا ممکنه اینو من دیدم تو امتحان بچه‌ها خیلی اشتباه میکنن، اون اصل قضیه ما این رابطه است، همین اینه. شما همین اگه داشته باشید، خب یه تی سفت و به تی سفت به دست بیاد، حالا میتونید تو رابطه بذارید برید به جدول ایسه مراجعه کنید. فقط این نکته اینجا اینه که این کیو رو دقت داشته باشید که مقدار حرارتی است که از ورودی تا خروجی کلن به سیال داده شد. ممکنه بعضی وقتا به شما بگن که حرارتی در واحد طول به اندازه فلانقدر داره به این لوله داده میشه. من کاری ندارم این حرارت در واحد طول چقدره، من میخواهم کل حرارت داده شده به گاز از ورودی تا خروجی رو به دست بیارم. در اون حالت باید طول لوله رو ضرب بکنم به اون بالا نسبت انتقال حرارت در واحد طول، بشه کل حرارت و بذارم اینجا. اینا رو نکته ریزی که دقت کنید، بعد از صورت سوال ما خود حرارت رو نمیگیم چقدر کلا این حرارت داده شد، میگیم در طول لوله به ازای هر 1 متر اینقدر حرارت داده شده. حالا طول لوله 10 متره، خب چقدر حرارت کلا داده شده؟ خب 10 برابر اون دیگه. یه نکته دیگه برای اینکه همین مسئله رو شما درک بهتری داشته باشید، این پروسه ترمودینامیکی جدیدی که مطرح کردیم رو روی دیاگرام مولیر رسم خواهیم کرد. دیاگرام مولیر منحنی تغییرات انتالپی بر حسب آنتروپی است. تو درس ترمودینامیک خب باهاش آشنا هستید دیگه. اینو اگر رسم بکنید خواهید دید که یک چنین منحنی رو شما مشاهده میکنید که این یکی از مهمترین و معروفترین منحنی ها در ترمودینامیک هست و در جریان تراکم پذیر هست که بهش میگن خط رایلی. در جریان انتقال به این جریانی هم که الان با هم دیگه داشتیم بحث میکردیم میگیم رایلی فلو، جریان رایلی، که از یک جایی شروع میشه، نقطه شماره 1 من مثلا اینجاست و من نقطه شماره 2 رو از شما میخوام، شما میگید که مثلا نقطه شماره 2 من یکی از این نقاطی هستن که اینجا میبینید و با توجه به اینکه حالا چه مقدار حرارت بدم یا بگیرم عوض میشه. مثلا شاخه با دقت کنید که آنتروپی محور افقی هست، آنتالپی حالا همون دمای خودمون محور عمودی است. اگر یه شاخه مادون فرق داشت با هم دیگه، یه مادون صوت باشه یه مافوق صوت، روندها متفاوته. اون روندایی که گفتم الان یه بار دیگه با هم مرور کنیم، اگه یادداشت برداری کرده باشید از جزوهتون میتونید ببینید. اگر یک جریان مادون صوتی وارد یک کانالی بشه که حرارتی بهش داده میشه، بستگی به اینکه طول کانال چه طول کانال چقدر باشه، یک چنین یک یه جایی روی این خروجی من خواهد بود. ولی در عدد ماخ چطوری تر میشه؟ یعنی در طول این وقتی من نقاط مختلف خروجی رو بررسی میکنم، ماخ به سمت 1 آفرین حرکت میکنه، به سمت 1. پس اینجا الان ماخ داره افزایش پیدا میکنه. شاخه پایینی این دفعه نقطه من اینجاست و ماخش بزرگتر از 1. در خروجی ما یکی از اینا خواهد بود. ماخ این نقاطی که اینجا هستن چطوری باید باشه؟ یادتون هست گفتیم ماخ به سمت 1 حرکت میکنه، پس اینجا هم اتفاقا عدد ماخ داره به سمت 1 حرکت میکنه. این نقطه‌ای که اینجا مشاهده میکنید، این نقطه خیلی مهمی است، جایی است که عدد ماخ 1 شده. پس من از اینجا مثلا از 3 دهم شروع میکنم، میشه 4 دهم، 5 دهم، فلان 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 فلان، اینجا میشه 1. از پایین شروع میکنم، مثلا از 2 شروع میکنم، 2 1.5، 1.4، 1.3، 1 دوباره میشه اینجا. بهش میرسیم، این نقطه مهم است. نقطه بعدی اینه که گرمایش و سرمایش دو خب فرق میکنه، ولی خب روند ها عکس همه. یعنی من اگه از نقطه 1 شروع کنم،
باید آنتروپی من افزایش پیدا کند، نکته فشار سکون افت میکنه. اگه گرمایش بدم، الان با هم دیگه تو جدول بحث کردیم، پس وقتی که من گرمایش رو بررسی میکنم از این نقطه شروع میکنم، باید به سمت راست برم، چون محور افقی من آنتروپی است و آنتروپی رو نشون دادیم که افزایش پیدا میکنه. پس بسام دما چی میشه؟ بخواد یه بار دیگه جدول نگاه کنیم. الان جو شاخه ما فوق صوت رو مثلا مادون صوت رو الان داریم بحث میکنیم دیگه، جریان مادون صوت رو اشاره داریم میکنیم که گفتیم که فشار سکون کاهش پیدا میکنه و در اینجا آنتروپی افزایش. ولی دما چی میشه؟ اگه ماخ من از این مقدار کوچیک باشه افزایشه، خب طبیعتاً اول افزایش پیدا میکنه، از یه جایی به بعد کاهش پیدا میکنه. پس من اگه دما رو نگاه کنم، همون اچ خودمونه دیگه، از اینجا میام اول دما اچ داره میره بالا میره بالا، میرسه یه جایی، نقطه خیلی مهمیه که بعد از اون شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. این همون جاییست که شما دارید گرمایش انجام میدید ولی دمای سیال داره افت میکنه. عجیب نیست؟ خب مثلا انرژی وقتی من دارم حرارت میدم انتظار دارم داغ بشه، میگم نه خب کی گفته اینطوری باید باشه؟ شما یک بالانس انرژی داری، درسته که داری حرارت میدی. اینجا هستش که ریاضی میتونه ما رو نجات بده. شما نگاه کنیم به معادله بقای انرژی، مگه این نیست معادله بقای انرژی؟ مگه همین میخوای اینا حالا مثلا بنویسیم؟ این نیست. چه درسته که شما دارین کیو میدهید، ولی از کی گفته که حتما اچ و اچ بعد افزایش پیدا کنه؟ نه خب اینجا یه بازیگر سومی توی مسئله ما وجود داره. اگر افزایش، فرض کنیم من یه تومن دارم اینجا پول میذارم، یه پولی هم اینجا بوده، یه مثلا یه تومن هم من گذاشتم روش، اگر که این یه تومنی که من به این مجموعه دو تومنی که اینجا داشتم اضافه کردم کلا شده 3 تومن، حالا در خروجی من فرض کنید که این یو دو دوم مثلا 10 تومن شده، خب چقدر اچ دو باید چی بشه؟ باید -7 تومن بشه. با این که من 1 تومن اینجا گذاشتم توی این معادله، ولی چون این بازیگر سومی که توی این مسئله داشتیم افزایش خیلی زیادی داشت، حتی دادن حرارت هم کافی نبوده که اون افزایش رو تامین کنه، نه دما شروع کرده به افت پیدا کرد. الله، این دلیل به کمک معادله بقای انرژی که مدلی چرا این روند دور از ذهنی نیست که این اتفاق بیفته، که همینجوری هم هست. نگاه کنید سرعتی که من دارم اینجا در حال افزایش پیدا کرده، این همون بازیگری است که الان اشاره یو دو دوم بود دیگه، این داره زیاد میشه. حالا این افزایش سرعت آیا به قدری هست که حرارت داده شده کافی باشه؟ در اون صورت اون از دیگه اینجوری میشه گفت یه بخش در این قسمتی از منحنی که دما داره زیاد میشه، اون حرارتی که من دادم یه بخشی صرف افزایش سرعت میشه و یک بخشی صرف افزایش دما میشه. اما این قسمتی که دما داره کم میشه، حرارت داده شده کافی نبوده. در نتیجه نه تنها من حرارتی که دادم تبدیل به سرعت شده، بلکه یه بخشی از انرژی درونی من هم اضافه شده به اون و سرعت رو افزایش داده. بنج دما شروع کرده به افت پیدا کرد. از دیدگاه ریاضی این رابطه رو حالا خواهم گفت چه جوری حساب میکنیم. اگه سرمایش باشه این ور این دفعه دنده عقب حرکت میکنیم دیگه، این گرمایش بود، این سرمایش هست، این شاخه مادون صوت هست که مشاهده میکنیم، عدد ماخ زیاد شده تا برسه به ماخ 1 که اینجا هست. شبیه همین، خب این دیگه سعادت این روند رو نداره. همونجوری که میبینید شما به سمت راست حرکت میکنین همچنان، یعنی آنتروپی شما در حالت گرمایش دارم عرض میکنم دیگه افزایش پیدا میکنه. خب ما توی انتقال حرارت هم داشتیم میگفتیم آنتروپی به دو شکل میتونه تغییر کنه دیگه، یکی به واسطه انتقال حرارت، یکی به واسطه عوامل بازگشت ناپذیری مثلا اصطکاک که ما نما اینجا، ولی انتقال حرارت رو داریم همچنان، در این چه انتظار هم داشتیم که آنتروپی تغییر کن. گرمایش دادم، چه گرمایش از اینجا بدم چه گرمایش اینجا بدم، هر جفتش به سمت راست حرکت کرده، آنتروپی زیاد شده، ولی گرمایش این بر به سمت بالا حرکت کرده و دما شروع کرده به افزایش پیدا کردن. باز هم به این ناکن دما در اینجا افزایش پیدا کرده، در شاخه مافوق صوت دارم اشاره میکنم. این هم از اینجا، این گاما به توان منفی 1 دوم تا من اینجا حساب کردم برای 1.485، یعنی اگه ماخ ورودی من زیر 85 باشه شما اینجاها هستید تقریبا، اما از اینجا به بعد دیگه ماخ ورودی من شده مثلا 9 دهم، برای هوا البته دارم میگم، اونجا دما شروع میکنه به افت کردن. حالا اینکه چطوری میتونید شما این دوتا نقطه رو حساب کنید، خب به لحاظ ریاضی و هندسی روشک مشخصه که چجوری دیگه. شما اگه بگم این چرا این رابطه رو برای من حساب کنید، با توجه به روابطی که داشتم باید روند اچ به روند اس رو مساوی 0 بذارید، خط افقی، این محور عمودی اچه، وقتی این خط افقی یعنی مشتق اچ نسبت به محور افقی که آنتروپی هست 0 میشه. اینو من یه بار اینو سوال امتحانی داده بودم به بچه‌ها با روابط یکم بیشتر بازی بکنن و معنوس‌تر بشن.
و اینکه شاید حالا انشاءالله در آینده وقت شد به عنوان حل تمرین مثال حل کردیم. و البته این یکی رو بخواید حساب کنید، این دفعه عمودی باید، ماس عمودی یعنی چی؟ یعنی این دفعه روند S به روند H مساوی صفر باشه. اگه اینو مساوی صفر بذارید متوجه خواهی شد در این نقطه ماخ برابر با یکه و این همون نکته ایست که من اشاره کردم که شما وقتی میاج، من اینجا که نمیدونم ماخ چنده، فقط میدونم که این حالت مماس عمودی استخراج شده، روند اس به روند اچ مساوی صفر میذارم و متوجه میشم که در این حالتی که این قرار باشه، این شرط برقرار باشه، ماخ دو یکه. یا میتونید عکسشو بکنید، ماخ دو یک بذارید تو روابط، نشان بدهید که روند اس به روند اچ برابر با صفر خواهد شد. تمام. پس این که کدا ورودی شما که مشخصه کجاست، حالا اینکه چقدر شما کیو بدید، شما میتوانید روی این طول لولتون چقدر باشه روی این حرکت کنید که کجای اینجا در حقیقت خاتمه پیدا و خروجی شما کجا باشه. به خط رایلی معروف هست، بیشترین آنتروپی در این نقطه رخ میده، ماکسیمم آنتروپی که اشاره کردم. سه تا نکته رو قبل از اینکه بریم سراغ حل مثال در این مورد با هم مرور بکنیم. نکته اول این هستش که این منحنی که ما روی منحنی مولیر رسم کردیم HS، میتونید شما رو منحنی PV رسم کنید. به عنوان یک تمرین خوبه به نظرم ترمودینامیک، من اینجا رابطه‌شو نوشتم که میتونید نشان، شبیه اون کاریست که توی منحنی هوگونیو حالا یا هوگونیوت هم انجام میدادیم، که میتونید نشون بدید که اختلاف فشارها تقسیم بر اختلاف حجم مخصوص با یک چنین چیزی رابطه داره که منفیه رو یک یو یک به توان دو که نماینده دبی جرمی ورودی است، یا طبق آن بقای جرم رو یک یو یک مساوی رو دو یو دو همین به توان دو. داره میگوید خب این چه بلاز هندسی به ازای یک مقدار خواص ورودی ثابت، یعنی رو یک و یو یک مشخص، این یه عدد ثابت هست، حالا بالاخره داده شده به شما، به شما بگم این رو رسمش بکنین رو منحنی پی وی چجوری میشه؟ میشه خطوط مستقیمی با شیب همین یارو منفی دبی به توان دو، حالا بهتره بگیم با شیبی متناسب با دبی و با علامت منفی، یکم شکل شروعه ولی منحنی پی وی هست، این پیه الان اینجا، اینم ویه. یه سری خطای اینجا میبینید، نوشتم اینجا خط رایلی با دبی بیشتر، یه دونم خط اینجا کشیدم خط رایلی با دبی کمتر، اگه دقت کنید اینو، این دو تا خطی که میبینید، اولا شیبشون منفیه با توجه به این منفی که اینجا هست، دوم من اصلا خط کشیدم اینا رو به خاطر اینکه خب خط دیگه، این منحنی خط دیگه، و هم مضاف بر اینکه برای دبی های متفاوت هم متفاوته، یعنی هر چقدر که دبی بیشتر شده، یعنی رو یک یو یک بیشتر است، در اینجا خط من با شیب منفی تری باید رسم بشه، همجوری دبی با شیب خیلی منفی تری یا عمودی تر رسم شده، نزولی، شدت نزولی بودن خط من تشدید شده، اینجا خیلی خوابیده تر، که البته منحنی های دما ثابت و آیزنتروپیک برای اینها هم جزو یک پروسه ترمودینامیکی هستند دیگه، بالاخره آیزنتروپیک میتونه باشه، دما ثابت میتونه باشه، یا میتونه منحنی رایلی باشه که مربوط به جریان همراه با انتقال حرارت است. نکته دیگه هم بگم، اینجا رو شکل علاوه بر خطوط این دو تا خط کجی که میبینید خود رایلی است، خطوط آیزنتروپیک و دما ثابت هم میبینید شما. این قرمزایی که میبینید دما ثابتن، این دما ثابته که یکی از اینا اومده مماس شده به این نقطه مماسی که شما میبینید، جایی است که هم روی خط رایلی منحنی پی وی جریان رایلی است، روی این خط کج است، خط مستقیم، هم روی منحنی دما ثابت. خب این نقطه متناظر با کدوم نقطه است روی این؟ یه دبی ثابت هم دارم، مثلا این یکی رو من در نظر گرفتم همین. خب این کدوم؟ این جایی است که دما ثابته. دما ثابت کدومه که این؟ آیا این نقطه بالاست؟ راهنمایی می‌کنم دیگه، که این نقطه بالاست یا این نقطه اینجاست؟ که من وقتی خط افقی میکشم، یعنی این نقطه بالا جایی است که شیب تغییرات H که همون حالا دما بگیریم دیگه با فرض گاز کامل و خواص ثابت صفر شده. پس این نقطه بالایی روی این منحنی اگه بخواید پیدا کنید، جایی است که خط دما ثابت اومده مماس شده به این منحنی که ما اینجا داریم. همچنین خطوط آیزنتروپیک که خطوط آبی رنگ هستن هم یکیش اومده اینجا مماس شده. این نقطه کدومه؟ این نقطه سمت راسته. چرا اینجا هست؟ چون اینجا جایی است که روند اس به روند اچ صفره، یعنی تغییر روند اس یعنی که تغییر آنتروپی ندارن دیگه، خط عمودی داره مماس میشه. پس این دوتا نقطه ای که یکی این بالا بود یکی اینجا بود، اگه بخواید رو منحنی پی وی پیدا کنید، با خود دما ثابت و
آیزنتروپیک رو بکشید، اونجایی که مماس میشه به اون خط پی وی شما، اون دوتا نقطه ای خواهند بود که در اونجا دارید. طبیعتاً هم همونجایی ببینید نقطه این قسمت ماکسیموم آنتروپی در سمت راسته، یعنی در اچ پایین تره، سمت راست یعنی آنتروپی بیشتر و در دمای پایین تر. شبیه همین این میتونید اینجا پیدا بکنید. این نقطه ای که اینجا میبینید در سمت راست تر قرار گرفته، یعنی در مقدار حالا حجم مخصوص بیشتر و فشار کمتر. اینجوری خط دما ثابتی که می‌بینی، خط دما ثابت دیگه هم این پایین هست که این نقطه ای که شما مشاهده می‌کنید دمای کمتری داره و البته آنتروپی بیشتری داره. یعنی هر چقدر که خط بالاتر رو در نظر می‌گیرید دماهای بیشتری دارید، در نتیجه این نقطه ای که اینجا دارید چون زیر این نقطه قرار گرفته، خط دما ثابت کمتری ازش عبور کرده و دمای این نقطه اینجا کمتر از دمای نقطه بالاست. و همچنین چون یه خط آیزنتروپیکه، دقت کنین خط آیزنتروپیک اومده از بالای این نقطه رد شده، یعنی این نقطه زیر این خطه، پس آنتروپی کمتری داره. پس این نقطه ای که این بالا هست اینجا آنتروپی کمتری نسبت به این نقطه داره و در سمت چپ اون نقطه قرار گرفت. نکته بعدی که باید بحث بشه، شما دبی رو تو منحنی HS هم میتونید داشته باشید. چیزی که در معادله حاکم داشتی و من مجددا کپی پیست کردم اینجا مجددا، همونجوری کیو کوچیک داشتیم که این کیو دات تقسیم بر ام دات بود. شما اگر که یک مقدار حرارت مشخصی مثل کیو دات رو به یک سیار جریانی بدید، بسته به اینکه ام داتش چقدر باشه مقدار کیو کوچیک عوض میشه. فرض کنید 10 واحد من حرارت دادم، یه بار به دبی معادل 2 واحد، یه بار به دبی 4 واحد. طبعاً اونی که دبیش بیشتره مقدار کیو کوچیکش مقدار کوچیکتری خواهد داشت. در اینجه من اینجا منحنی که مشاهده میکنی، یکی برای دبی کمتره و یکی برای دبی بیشتره. یعنی از یه نقطه، این از نقاط شروع متفاوت رست شده. اگه من از نقطه شروع یکسان با یه مقدار حرارت یکسان به یه گازی بدم ولی دبیش بیشتر باشه، مقدار کیو کوچیک میشه، چون تو مخرج دیگه امداد. پس از یه نقطه یکسان اگه من میخواستم با دبی بیشتر رست کنم، خیلی جمع و جورتر میشه، تغییر خواص محور عمودی مثلا آنتالپی یا دما کمتر میشه، چون اون چیزی که باعث میشه که تغییر خواص ایجاد بشه تو این مسئله کیو کوچیکه. اون چیزی که باعث میشه یک و دو با هم فرق کنه، اصلا کاملا رابطه رو میبینید دیگه، این یکه این دوه، چی باعث میشه یک با دو فرق کنه؟ این کیوه. حالا این کیو شما دو شکل میتونه تغییر کنه، یکی اینکه امداد ثابت باشه، جریان داخل لوله ای بره، شما کیو دات بیشتری بدید بهش، یعنی طول لوله بلندتر باشه، فرصت بیشتری برای انتقال حرارت داشته باشیم یا سوخت بیشتری رو مخترق کنیم در داخل لوله، که در اون صورت روی دبی ثابت روی یکی از این منحنی ها حرکت میکنیم. چیزی بود که من خیلی راجبش صحبت کردیم، گفتیم میایم میرسیم اینجا و حالا در مورد این خفگی هم صحبت می‌کنم. یه وقتی نه، این دفعه شما کیو داتتون ثابته، ام داتتون متفاوته. در آن صورت شما در منحنی‌های متفاوتی حرکت خواهید کرد که هر چقدر دبی بیشتر باشه، چون این جمله کیو کوچیک تو مخرج ام دات ضعیف‌تر میشه، نقاط یک و دو تغییر خواص کمتری رو تجربه می‌کنن که اینجا می‌بینید منحنی جمع و جورتر میشه. نکته سوم در مورد پدیده خفگی است. اشاره کردیم مثلا تو یکی از این منحنی می‌بینید که اگر دبی عوض بشه، در اینجا شما نقطه اس ماکسیمومتون هم عوض شده دیگه، من این فلشی کشیدم، یعنی با تغییر دبی مقدار و ماکسیموم اسی که بیشتر آنتروپی که تو سیستم ایجاد میشه تغییر میکنه. نکته سوم در مورد پدیده خفگی است. فرض کنید من یکی از این دبی ها رو در نظر بگیرید، الان با دبی کار ندارم، یه مثلا نقطه آغازین منم اینجاست، از اس فلان قدر تا این اس ماکسیموم یه عددی است اینجا، اختلاف اینا چقدر مثلا چه دوست دارید، مثلا 2 واحد بذاریم، مثلا 20 واحد خوبه، مثلا 20 واحد فرض کنیم که از یه نقطه آغازینی من دارم تا اینجا. حالا هر چقدر لولمو بلندتر میکنم، نقطه خروج من به سمت این نقطه حرکت میکنه، مثلا اول اینجا بوده، خروج من اینجاست. حالا یه مقدار طول لوله بیشتر میشه میره اینجا، همینجوری بیشتر میشه تا جایی که طول لوله به قدری میشه که افزایش آنتروپی دقیقاً همون مقدار 20 واحدی که من ابتدا عرض کردم ایجاد میشه. حالا فرض کنیم که باز همین فرآیند ادامه پیدا کنه، میخوام برسم به اون خفگی ها، در اون صورت افزایش آنتروپی من دیگه 20 واحدی که از اینجا تا اینجا هست کفایت نخواهد کرد، من نیازمند 21 واحد برای مثال افزایش آنتروپی هستم. اون یک واحد اضافه چجوری تعمیم میشه؟ به این پدیده میگم پدیده خفگی، که دیگه از اینجا به بعد دیگه اس ماکسیموم من این بیشترین گنجایشی است که تو این سیستم میتونه در حالتی که موج ضربه عمودی رخ نداده افزایش آنتروپی ایجاد بشه. از این نقطه شروع تا بیشترین آنتروپی اینجاست، دیگه از این بیشتر نمیشه. پس چه اتفاقی میفته؟ یه موج ضربه عمودی ایجاد میشه که این موج ضربه من
یه مقدار اون اضافه آنتروپی که مد نظر من هست رو تعمیم میاد، چون پدیده موجزره یک پدیده است که افزایش آنتروپی ایجاد میکنه. اون افزایش، اون یه واحد افزایش آنتروپی که داریم رو موجزره به تعمیم میکنه. مثلا فرض کنید که ما یک نازلی داریم که جریان مافوق صوت ایجاد کرده به همراه ما، انشاءالله در ادامه خواهید دید که این پدیده خفگی تو جریان همراه با تغییر مساحت هم هست که عدد ماخ یک میشه و دیگه خفه میشه جریان و اتفاق موج ضربه بعد از اون رخ میده. دقیقا همین المان هایی که الان من دارم با شما صحبت میکنم رو توی جریان همراه با تغییر مساحت هم داریم که اگه ویدیوشو دیده باشید خب دیگه الان آشنا هستید، ولی من اینو چون قبل از اون دارم تدریس میکنم یادتون باشه. خفگی جاییه که ماخ یک میشه که ما گفتیم اینجا در این نقطه ماخ یک هست. دوما که موج ضربه در قسمت واگرا ایجاد میشه تو نازل و اینا که بهش میرسه. خلاص، پس نتیجه‌ای که داشتیم اینه که فرض کنید نازل اینجا داره، یعنی جریان مافوق صوت، شاخه مافوق صوت الان دیگه این پایین، یه جریان مافوق صوتی شکل گرفته و جریان اومده بود. حالا در این حالت یک موج ضربه ایجاد میشه، مثلا تو این یکی هم میشه بحث کرد دیگه، که این موج ضربه باعث میشه که اون افزایش آنتروپی که داشتیم رو تعمیم بشه. مضاف بر اون وقتی موج ضربه رخ داد، شما میدونید که بعد موج ضربه جریان سابسونیک میشه، شما از شاخه مافوق صوت به سمت شاخه مادون صوت حرکت خواهید کرد. اینا پدیده خفگی است که حالا خیلی جای بحث بیشتری داره، ولی خب چون هنوز شما با خفگی توی نازل آشنا نیستید، به نظرم اجازه اونو یه بار دیگه بریم جلو، اونو اونجا بخونید، برگردید دوباره به این ویدیو نگاه بکنید. خب هوا رو با ماخ ورودی 0.2 در نظر بگیرید که فشار 1 اتمسفر و دمای 273 کلوین وارد یک کانالی میشه با سطح مقطع ثابت، در مثلا دایروی هم هست. در طول کانال حرارت با مقدار 10^6 جول بر کیلوگرم، دقت کنیم به واحدش، جول بر کیلوگرم دقیقا همین کیو کوچیکه، چون کیو این که میبینید دات داره هر جفتش، یعنی هر جفت اینا در واحد زمانن، این کیلوگرم بر ثانیه است، این جول بر ثانیه است، که این ثانیه‌ها با هم ساده میشن. وقتی یه چنین چیزی به شما داده، یعنی مستقیما کیو کوچیکو به شما داده، خب کار شما رو ساده کرده. بعضی وقتا میان کیو داتو جدا میدن، ام داتو جدا میدن، خب شما اینا رو به هم تقسیم کنید. بعضی وقتا این کیو داتو در واحد طول لوله میدن، بعد طول لوله رو میدن به شما. ما اینجا با طول لوله کار نکردیم، چرا؟ چون طول لوله به شکل زمینی در داخل کیو دات نهفته است. هر چقدر طول لوله بیشتر باشه، کیو دات بیشتری شما طبیعتاً صورت کس دارید. امداد هم که عددی است که حالا میگن سطح مقطع رو بده به شما، سرعت رو بده به شما، خب امداد بازی میکنیم با ایکس ری، ولی اینجا خب کار شما ساده تره. با ماخ 0.2 حدس میزنید که ماخ در طول لوله باید زیاد بشه. ببینیم چی میشه. به جدول 1 مراجعه خواهید کرد با ماخ 0.2 و T01 به T1، خیلی عدد نزدیک به 1 دیگه، چون ماخ من خیلی نزدیک صفره، زیاد تفاوتی بین دمای سکون استاتیک نیست، همچنین تفاوت زیادی هم بین فشار سکون و فشار استاتیک نیست. از اینجا شما می توانید دمای سکون و فشار سکون رو برای جریان ورودی داشته باشید. سی پی رو هم که خب بلدید حساب میکنید دیگه، 1005. دقت کنید که تو روابط از کیلو جول استفاده نکنید، باید 1005 جول بر کیلوگرم کلوین بزنید. قرار شد که معادله انرژی رو بین طرفین بنویسیم که این رابطه معروف سی پی رو که محاسبه 1005 من استفاده کردم اینجا، اینم 10^6 جوله. نتیجه میگیرم که تی صفر باید افزایش پیدا کنه. چقدر شده؟ 1270. یعنی مقدار حرارتی که داده شده به اندازه تقریبا چقدر؟ 1200، چقدر؟ 275 بود دیگه. نزدیک 1000 کلوین دمای سکون رو افزایش داده. برای اینکه شما از جدول ایسه بتونید استفاده کنین، اینجا با ماخ 0.2 مراجعه میکنیم به اون جدول T1 به T-star. T-star طبق تعریف جدیدی که گفتیم در حالت انتالرد ثابت باشه، یک جور دمای مرجع است، به این شکل به دست میاد. همه اینا رو از اون جدول استفاده میکنیم. T01 به T0star این هست. اگر T02 به T0star رو داشته باشم برای خروجی، همون جوری که الان از ماخ به T0 به T0star رسیدم، به شکل معکوس میتونم به عدد ماخ در خروجی برسم. پس میام این کس رو تشکیل میدم، T02 به T0star، از اون کسرهای مسلسلی این T02 اینجا، T0star اینجا، T01 به صورت مخرج ضرب کردم. دوتا دمای سکون رو که حساب کردیم، این رو هم که 1702 هم که از اینجا از جدول A3 به دست آوردیم، نتیجه میگیم T02 به T0star در خروجی 0.8 تقریبا. به شکل معکوس به جدول A3 مراجعه میکنیم، عدد با این خاصیتی که 0.8 که به دست آوردیم، عدد ماخ در خروجی 0.58 شد. انتظار میرفت از 0.2 رسیدم به 0.58.
تی دو به تی استار 89 صدم، این تی صفر دو به تی صفر استار بود، دقت کنید این تی دو به تی استار، تی یک به تی استار 2 دهم بود، تی دو به تی استار هم ثابته، چون تعریف استار رو عوض کردیم خواص مرجع ما ثابت هستن در جریان. در این چه نتیجه میگیرید که خب دما از نسبت دما به نسبت به تی استار 2 دهم رسیده به 89 صدم. اینا روندهایی بود که با هم دیگه مد نظر داشتیم. پی یک به پی استار 2 ممیز خورده ای بود، پی دو به پی استار 1 خورده ای شده. حالا از اینجا هم اتفاق میخواییم دما و فشار رو به دست بیاریم، میگیم تی دو برابر است با تی دو به تی استار، تی استار به تی یک در تی یک. اینا با هم ساده میشن، همون میشه تی دو به تی استار رو که از اینجا عدد خانی کردیم، اینجا 89 صدم، تی استار به تی یک با توجه به این درک کنیم تی به تی استار بودا، یعنی معکوس این 2 دهم رو باید اینجا استفاده کنیم، نه حیفه اشتباه نکنیم به خاطر این تی یک هم که داریم. پس دمای من از 273 رسید به 1183 درجه کلوین، و چون این افزایش منطقی بود یا نه انتظار داشتیم، چون ماخ من از گاما به توان منفی 1/2 کوچیک‌تره، در اینچه من تو این قسمت منحنی هستم، دقت کنیم تو اینجا هستم، این ماخ این از این به بعد نزول با دما خواهیم داشت، شاخه مادون صوت میشه قسمت بالا، من تو این ناحیه دارم تغییر، بس انتظار دارم که دما افزایش پیدا بکنه. خب که کرده، فشارم به همیشه فشار کاهش انتظار داشتم داشته باشه که خب داره، یه را کسراش شما خودتون مثل همینی که اینجا نوشتم تشکیل میدین، و پی سف دو هم همراه با کاهش هست و تقریبا پی سف دو شده 9 دهم دیگه، 9 دهم اتموسفر نسبت به 1 خورده ای شده 9 دهم و کاهش رو داشته. چگالی یا خروجی رو میتونید حساب بکنید با توجه به معادله حالت فشار و دماش رو دارید و از اینجا میتوانید چگالی رو به دست بیارید. مثال بعدی، دفع هوا با ماخ 3 ما ماخ 3 درک کنین، قبلی ماخش 2 دهم بود، شاخه مادون صوت بود، اینجا با شاخه مافوق صوت رو داریم بررسی میکنیم، فشار 1 اتمسفر 300 کلوین وارد کانال میشه، حرارت به این قدر دوباره جول بر کیلوگرم کیو رو داده. خب انتظار میره که این دفعه چون مافوق صوته دما افزایش پیدا کنه، آنتروپی طبیعتاً افزایش پیدا کنه، چه میدونم دیگه، دما خیالمون راحته که همیشه افزایش پیدا کنه، یعنی شاخه مافوق صوت این قسمت پایین الان داریم هستیم دیگه، همیشه افزایش داره و دما هم افزایش پیدا میکنه. این هم مواردی است که از رو شکل اصلا میتونید شما بگید، ولی خب عین قبله با ماخ 3 مراجعه میکنم به جدول 1، نسبت تی 0 1 به تی یک رو به دست میارم، 2 و 8 خاصیت دمای سکون در ورودی به دست، معادله انرژی رو مینویسیم، روند همونه، روند حل از با توجه به کیو دمای سکون 1139، تو مثال قبل هم دمای 1270 بود، افزایش هر جفتش، چون من تو هر جفت اینا دارم حرارت میدم، در نتیجه در هر دو حالت من افزایش دمای سکون خواهم داشت. به جدول ایسه مراجعه میکنم با ماخ ورودی 3 مشابه قبل نار به دست میارم، از اینجا نسبت تی 0 2 به تی 0 استار رو محاسبه خواهم کرد و به شکل معکوس به جدول ایسه میرم، ماخ بعد خروجی رو پیدا میکنم، همونجور که مشاهده میشه ماخ خروجی کاهش پیدا کرد، یعنی از ماخ چقدر بود 3 بود، بر از ماخ 3 رسید به 1.58 و فشار دمارم اجازه بدید حساب بکنیم، مشاهده میشه که فشار من از 1 رسید به 3 خورده ای که افزایش فشار دارم، همچنین دمای من از 300 رسید به 761 که افزایش دما هم دارم و چگالی هم به این شکل محاسبه میشه. نسبت فشارهای سکون اگه بخواید به دست بیارید، خب پی 0 2 به پی 0 1 میشود پی 0 2 به پی 0 استار، یا صورت مخرج پی 0 استار که مقدار ثابتی است تقسیم کردم، پی 0 2 به پی 0 استار اینجا عدد خانی کردیم، همچنین پی 0 1 به پی 0 استار هم عدد خانی کردیم، این اینجا استارش جا افتاد، 3 خورده پی 0 1 به پی 0 استار داریم بالاش و 3 خورده ای که اینا رو به هم تقسیم کنیم میشه 34 صدم، مشاهده میشه که طبیعتا کاهش پیدا کرده، یعنی فشار سکون عدد کوچکتر از 1 و فشار سکون نزدیک به 34، حالا از 1 کم بکنیم 66 درصد افت فشار سکون داشتیم که این همون نماینده آنتروپی هستش که اشاره کردیم. حالا اگه شما پی 0 2 رو بخواید فشار سکون خودش رو بخواید به دست بیارید، میگی پی 0 2 به پی 0 پی 0 1 به پی 1 در پی 1، اینو که حساب کردیم با هم 34 صدم، پی 0 1 به پی 1 رو هم که با توجه به عدد ماخ از جدول 1
قابل محاسبه است، پی یک هم که دارید. به این شکل شما می توانید فشار سکون رو هم به دست بیارید.